سلام، صبح دوشنبهتون بخیر. کنترل هشتگ این ساعت هست. شبکه یه مردم خبر رو با هشتگ گام دوم ایران آغاز میکنیم. موضوعی که بعد از گام دوم ایران در کاهش تعهدات برجامی بین کاربرهای فضای توییتر ری توییت شد و واکنش های زیادی از جانب کاربرها داشت، ولی اینجا من میخوام به واکنش های بین المللی در مورد این موضوع که در توییت های زیادی به اون اشاره شده اشاره کنم و براتون اونها رو بخونم. هشتگ گام دوم ایران در کاهش تعهدات برجامی. از تمام حالا مسئولان مختلف نظام‌های مختلف در حالا حاضر در برجام، از جمله فرانسه، آمریکا و حتی اتحادیه اروپا و غیره، درباره آغاز گام دوم ایران که همونطور که روز گذشته براتون خوندم آقای ربیعی سخنگوی دولت به اون اشاره کردن که سطح تعهدات ایران برای غنی‌سازی اورانیوم از 3.7% رسید فکر کنم به 5%. البته بگم ها، خیلی کار مهمی هم شاید نباشه، یعنی در اون چیزی که ایران به اون نیاز داره برای تولید دارو 20% لاغر غنی‌سازی اورانیوم نیاز داره تا بتونیم داروهایی که حالا نیاز داریم رو از این طریق بسازیم. خب ولی خب این هم گام خوبی بودش. انشالله که اروپایی ها یه ذره ترسیده باشن که بعید میدونم. خب بریم سراغ واکنش های مختلفی که در فضای توییتری کاربرای فضای توییتری به اونها اشاره کردن. آژانس اتمی به گام دوم ایران برای کاستن از تعهدات برجامی واکنش نشون داده و حالا بیانیه‌ای برای این موضوع داده. از اون طرف آقای ظریف هم گفته اگر اروپا به تعهداتش پایبند بشه ما دوباره میتونیم برگردیم و تعهدات اون چیزی که برداشتیم تا الان گام دوم، حالا به اون چیزی که قبلا بوده برگردیم. از اون طرف فدریکا موگیرینی که دیگه حالا الان شده یکی از مقامات ارشد اروپایی ها، خواستار شده که ایران به تعهداتش در برجام عمل کنه. اینو یکی از کاربرا در فضای توییتری زده با هشتگ موگیرینی و هشتگ برجام، و این خانم موگیرینی هم ابراز نگرانی کرده در مورد اینکه تهران گام دوم رو برداشته. از اون طرف باز هم فرانسه این موضوع رو محکوم کرده. من نمیدونم نتانیاهو چه کار است این وسط که این هم واکنش نشون داده. خب میترسه دیگه، کمتر از 25 سال دیگه قراره نشانی از اسرائیل در کل جهان نباشه و این هم خب مطمئنن از ترسش اومده و این قضیه رو محکوم کرده. از اون طرف دوباره وزیر خارجه آمریکا مدعی شده که افزایش سطح غنی‌سازی به تحریم‌های بیشتر ایران منجر میشه از طرف آمریکا. خب آقای وزیر خارجه آمریکا شما بفرمایید که دیگه چی میخواین تحریم کنید؟ تا الان که هر کاری خواستید کردید. من نمیدونم تحریم هایی بعدی که قرار انجام بده آمریکا چیه که گفته اگر این سطح تعهدات ایران کاهش پیدا کنه آمریکا، حالا منجر میشه که آمریکا تحریم های بیشتری علیه ایران انجام بده و اعمال کنه. خب بریم سراغ هشتگ بعدی که دو تا هشتگ داریم بعدش قرار براتون بخونم که به هم ربط داره. هشتگ جیسون رضاییان و هشتگ حالا متوسلیان، که این دوتا یه جورایی به هم مربوط کردن کاربر فضای توییتری. هشتگ گاندو رو که ما چند وقتی با پخش سریال گاندو داریم در فضای توییتری و کاربر خیلی نسبت به اون واکنش نشون دادن، با هر قسمت هم خب موضوعات مختلفی رو کاربر به اون اشاره میکنن. شب گذشته شخصی که در نقش جیسون رضاییان بازی کرده و در فیلم گاندو به اسم مایکل هاشمیان بازی کرده، در نقش مایکل هاشمیان جیسون رضاییان بازی کرده، خب واکنش های زیادی کاربر فضای توییتری داشتن به این بحث. اینکه
حالا ایشون رو قراره الان با یک سری از پول‌های بلوکه شده ایران علیه آمریکا در آمریکا معاوضه کنم و این بحث‌هایی بودش که کاربرا در فضای توییتری به اون اشاره کردم. پیام دهکردی همونطور که می‌بینید تصویرش در پشت من هست که در نقش مایکل هاشمیان بازی کرده و حالا چیز نقش واقعی اون جیسون رضاییان بوده که یکی از جاسوسان آمریکا در ایران هم بودن، درآمد نامشروع آقایون را علنی کنید تا اعتماد مردم برگردد. موضوعی بوده که آقای پیام دهکردی اون رو بیان کرده. خب کاربرا دوباره به این موضوع باز واکنش نشون دادن. امشب بعد از سریال گاندو که فهمیدیم جیسون رضاییان را برای حفظ برجام بی فرجام تحویل دادن، دلم میخواد یه راست مستقیم برم و حالا انتقاد کنم به آقای روحانی، آقای ظریف. و یه موضوعی که گفتم بهش اشاره کردن کاربرا و مربوط کردن، بحث سردار احمد متوسلیان بوده که در بند میگن رژیم صهیونیستیه و میگن که کاش ما هم غیرت داشتیم و تا الان حاج احمد متوسلیان رو از بند رژیم صهیونیستی با این حربه‌ای که آمریکایی‌ها جیسون رضاییان رو آزاد کردن آزاد می‌کردیم. این موضوع رو کاربرا با هشتگ مطالبه نظام یعنی آزادی احمد متوسلیان مطرح کردن و یکی دیگر از هشتگ هایی بوده که در فضای توییتری ریتوییت شده که بحث مطالبه نظام آزادی احمد متوسلیان هستش که این رو کاربرا خواستن و نسبت به اون واکنش نشون دادن. یکی از کاربرا گفته یکی از مطالبات مهم ما این است که پس از 40 سال بدانیم سرنوشت بزرگانی مثل امام موسی صدر و احمد متوسلیان چه شده است، که با هشتگ مطالبه نظام مطرحش کردن. چند وقت پیش هم سالگرد ربوده شدن حاج احمد متوسلیان بود که اون رو هم کاربرا نسبت بهش واکنش نشون دادن. همونطور که گفتم بحث جیسون رضاییان و معاوضه اون با مطالبات به حق ایران و اموال بلوکه شده ایران در دست آمریکایی ها به بحث آزادی احمد متوسلیان و اون چیزی که باید مطالبه نظام باشه نسبت به رژیم اسرائیل، کاربرا به اون اشاره کردن. هشتگ مطالبه نظام، هشتگ احمد متوسلیان، هشتگ جیسون رضاییان. خب کنترل هشتگ این ساعت هم همینجا به پایان رسید. همچنان با مردم خبردار تیوی آنلاین باشید تا کنترل هشتگ ساعت 13:30 که با داخل فضای توییتری با شما همراه خواهیم بود.